رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می‌فرماید ماه رمضان ماهی است که ابتدایش رحمت، میانش مغفرت و پایانش رهایی از آتش دوزخ است. بیننده نهایت عزیز، روزداران گرامی، سلام به شما. شامتان بخیر. آرزو میکنم امروز که 21مین از روزه ماه مبارک رمضان است به خوبی و خوشی سپری کرده باشین. طاعات و عباداتتان مقبول درگاه خداوند پاک بینیاز گردد. برنامه ضیافت رمضان است و باز هم امروز با شما همراه هم کلام هستیم با داشته‌های خیلی متنوع در برنامه امشب از ضیافت. با امید از اینکه شما سفرنشینان رحمت الهی بازم از برنامه امشب ما نهایت استفاده را برین. در برنامه امروز باز هم طبق معمول به خاطر نورانی‌تر شدن لحظات افطاری ما با تلاوت قرآن کریم و چنای از قرآن کریم آغاز میکنیم که جناب محترم قاری صاحب علی یاسر به ما تلاوت میکنه. خوش آمدین خیلی زیاد به برنامه ما میربانی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إن
فصلِّ لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. تشکر و جهان سپاس از قاری صاحب الیاسر که واقعا تلاوت زیبایی داشتند. مظفر جان، خودت مانده نباشی، خسته نباشی، بیا در رابطه به مینوی غذای امشب، افطاری امشب چی آمادگی گرفتی، کمک معلومات بده که بعدا باز بریم طرف بخش بعدی. سلام بر شما، سلام بر بیننده عزیز، خوشحال هستم با شما هستیم. امشب خواستیم یک لم داشی آماده کنیم. لم داشی است، پکوره است، بولانی است، سمبوسه است و دیگه سوپ ترکاری است، دیگه سالات است. آه، سالاتت خونم خدا خوب. دو جوس و خوش رنگ و خوش دیزاین معلوم میشه. تشکر میکنم، موفق باشی. بیننده نهایت عزیز، برنامه ما همچنان ادامه خواهد داشت، اما در حال حاضر میریم با هم بخش سبد افطاری مشاهده میکنیم. شما هم با ما باشین. با نام یاد خدا و با عرض سلام و وقت بخیر خدمت تمام شما بیننده های نهایت عزیز برنامه سبد افطاری، وقت و لذتتان بخیر و خوبی. امروز به خانه یکی از هموطنان نیازمند ما آمدیم که با جویا شدن داستان زندگیشان عشق از چشم هر بیننده و هر شنونده جاری میشه. از بس که زندگی از اینا با مشکلات گری خورده، آدم عشق خود گرفته نمیتونه و باید که عشق بریزه. مادری که مسئولیت زندگی 5 طفل داره، خودش جوان است و شوهر خود در یک حادثه از دست داده و بیوه است. یکی مشکلات زندگیشان چی هست، چگونه هست، از زبان خودشان میشنیم و نیاز به پرسیدن نداره. خودشان مشکلات زندگی را به زبان خود بازگو میکنن. خاله جان سلام به شما. خوب هستین؟ الحمدلله. بیاین قصه کنین از داستان زندگیتان. شوهرتان چی قسم شهید شد؟ چی قسم مسئول خانه و زندگی، هم پدر شدین هم مادر؟ شوهرم در سر کار رای بود، مزدورکاری میکرد. او را موتر زد شام روز موتر زدش. 2 بجه شب موتر گسمه از را یافته بودش، تو بلی برده بودنش. صبح وقت بود که اوالش آمد. حال من کسی حمایتگر ندارم، در میدان ماندیم، نی خانه دارم، نی روز، نی بچه جوان دارم. 5 دانه طفلای من است، میرم کار میکنم، کار کردن ما معلوم است که از کمر مانده، مدرس پای مانده، تکلیف حساب پیدا کردیم، فشار عصبی دارم. خانم که میایم داله میپایم، کسی یک چیزی میتن، گاهی نمیتن، 300 روپه میتن، میارم نه گره خانه داده میتانم، نه بل برق داده میتانم، نه عزو داده میتانم. هر جایی که میباشم مرا جواب میتن، میکشن که تو داده نمیتانی. حال در شرایط بد قرار دارم. اولادکم که مکتب میرن، پس میان مادر نان نیست بچیم، چطور کنم، از کجا کنم، چی چاره کنم. هر سو تک دو میکنم، پیسه که ایسوسو میدم که خیر است کسی بد روزه به تزکات. بدون رمضان کسی کمک نمیکنه، کم غیر خدا بر.
خاله مکتب میری؟ چی در مکتب چی کم بود داری؟ کالای مکتب داری؟ کتاب چه داری؟ قلم داری؟ کل چیز کم بود دارم در مکتب میرم چون بیم زنون سهن بزنم که تو یتیم هستی. پشکنات داریم، نه برای خوردن داریم، نرسنه که پیش پیشم کسی کمک کنه. دیگم از من یک گپای خراب تقاضا میکنن که تو جوان هستی. مچ کنم سنه بگرم، ما میایم در خانه گریه میکنم که تو خدای یا راضی بته یا زندگی بته یا مرگ، راضی استم که بمرم ازی زندگی کنم. در خانه بودم کشیدن و کرا دادن و تانستم دوائی نشام دیگر من کشیدن. من اول قدرده نتانستم که پشت کتاب افروز به ما کنابد. من بسیار خاطر بعد دارم از این زندگی. دو سال شد که من میفهم مادم از دنیا ایوان زندگی میکنم. دیوان آواری میشنه میخیزم نمیفهم. یکی جی ایک چیز دارم پشت کم ناجر شد نمیال دختره کم من بینی جایی نیست. شب خراز میکنن دخل در پیسه دوائی جنه دارم بچه سینه بغل میشنه پاسگیری دارم. نمیتانم دوا بگرم برای شهر که از میگو بگرم از کجا کنم چه بکنم بر سخت است مادرت وقتی میبینی قسم کار میکنم زندگی جو سخت میگذرم ادوال خرم کنم از نداره که با مکم بریم چیزی برای خودتر نداره دای نهایت عزیز از درد و رنجی خانواده هر چی صحبت کنی بجز عشق حسرت و عشق نامیدی و عشق غم دیگر چیز در چشم نمیه خودتان زندگی خانواده را مشاهده کردین و درد این مادر رنجیده را شنیده مادری که مسئولیت زندگی 5 طفل یتیم داره یکی چی قسم اینا را بزرگ کرده تا با حال چی قسمی 2 سال زندگی را به سر برده خدا میداند و دل خود این خانم این گوشه ای از مشکلاتش بود بازم با سلسله کمک هایی که ما از طرف بنیاد خیریه بیات داشتیم به این خانواده هم مقدار پول نقد و همچنان 3 قلم مواد غذایی که شامل آرد، روغن و برنج میشه کمک کردیم شما عزیزانی هم که بیننده برنامه ما هستین چی در افغانستان هستین و چی در خارج از افغانستان هستین و میخواین که این فامیل کمک کنین بازم میتونین از طریق بنیاد بیات یا بیات فاندیشن کمک کنین www.bayatfoundation.org مقدار ناچیز کمک هم تقدیم شما تشکر یک جهان دیگه از خدا میکره شما بشه که من زیاد نیاز دارم که من کسی مایدگر ندارم غیر خدا و هم شما هستی چشم روشن ما که قیقه کمک کسی اگر ما یک چیزی برای خوردن نداریم بسیار روزگار سخت استانه کراید میدان خدا راستی ما نمکای 5 تا یتیم های بیرندای نهایت عزیز کمک کنین کمک کردن هم در دنیا و هم در آخرت برتان ثواب بی پایانی را کسب خواهد کرد این بود برنامه امشب سبد افطاری تقدیم حضور شما شد تا برنامه بعد و دیدار بعد شما را بلای توانا می سپارم موفق سرفراز باشین خدا نگهدار بیننده برنامه ضیافت هستن و همچنین کسانی که از طریق 93.5 آریانا اف ام و 100.2 آریانا نیوز اف ام شنونده برنامه ما هستن شما هم بخیر در این لحظات از برنامه مهمان نهایت عزیز و محترمی با ما هستن و میخواین در رابطه با فضیلت شب 21 ماه مبارک رمضان که شبهای قدر صحبت های داشته باشد مهمان این بخش ما جناب محترم سالم حسینی استاد پوانتون و همچنان مشاور رئیس جمهور در امور فرهنگی و اجتماعی با ما همراه هم کلام هستند از جناب استاد سیمانه تقاضا میکنیم که حضور به برنامه برسانند و وارد صد برنامه شون را صحبت های مفید و عالمانه شون در رابطه با شب 21 ماه مبارک رمضان داشته باشند جناب استاد مهربانی بفرمایید بسیار زحمت خوش آمدید استاد مهربانی بفرمایید جناب استاد سلام شما شما بخیر خیلی زیاد خوش آمدین به برنامه ضیافت تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و مهمان برنامه ما شدین سلامت باشین مهربانی بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
إنه عند الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. ابتدا لازم میدانم که خدمت شما و همکاران تکنیکی شما، خدمت همه بینندگان عزیز عرض سلام و ادب داشته باشم، آرزوی قبولی طاعات و عبادات داشته باشم و همچنین فرارسیدن شبها و لیالی پرفیض قدر خدمت همه روزداران عزیز گرامی بداریم و همچنین تسلیت عرض بکنیم فرارسیدن شبهای شهادت حضرت علی علیه السلام که یکی از صحابی گران قدر و بزرگوار حضرت پیامبر بزرگوار اسلام بودند و یکی از اندیشمندان ما در میان پیشوایان دینی که همگی همه جهان اسلام، همه علما و دانشمندان اسلام به ایشان با دیده قدر و بزرگی نگاه میکنند و در خدمت شما هستیم. سوالاتان را سلامت باشین، تشکر میکنم. ما هم خوشحال هستیم که حضور شما را در برنامه داریم و در رابطه با فضیلت شبهای قدر صحبتهایی از شما داشته باشیم. در نخست شب قدر، چرا قدر میگن و بعدا فضیلت این شب چگونه است؟ همان گونه که در قرآن کریم ما داریم که خداوند متعال میفرماید که انا انزلناه فی لیلة القدر و ما ادراک ما لیلة القدر، لیلة القدر خیر من الف شهر. خداوند متعال در سوره قدر اولین تعریف را از قدر در سوره قدر بیان میکنه و میفرماید که ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و میفرماید که به خاطر که موضوع بسیار درست جا بیفته یک سوالم طرح میکنه و ما ادراک ما لیلة القدر، شما چی میدانی که شب قدر چیست؟ بعد میفرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است هزار ماه. هزار ماه را که ما تقسیم 12 بکنیم حدود 83 و چند ماه تقریبا میشه، یعنی عمر یک انسان، عمر مفید یک انسان حدود 80 ساله. حالا ما آدم های خوشبختری هم داریم که بالای 100 سال عمر میکنه، اما عمر انسان های معمولی از همون سابق تا حالا تقریبا همین دور بر 80 سال است و خدا متعال میفرماید که لیلة القدر خیر من الف شهر، شب قدر بهتر است هزار ماه است، یعنی بیشتر از همون 80 سال. و این که خود قدر به چه معناست، معانی متعدد کردن. یکی قدر به معنای اندازه است، ما شما میگیم که چه قدر، خود قدر به معنی اندازه است. و دیگری این است که قدر به معنی شأن و منزلت است. شب قدر هم از لحاظ اندازه یک اندازه بزرگی است، از لحاظ اندازه معنوی درست است، شاید مثلا تعداد ساعتها و دقایقش با شبهای دیگه خیلی فرق نکنه، اما از لحاظ قدر و منزلت شب قدر عرض کردیم که به اندازه کل عمر یک انسان است 80 سال. و از لحاظ شأن و منزلت هم وقتی بگوییم در اینجا هم خود این شب شأن منزلت بسیار بالایی داره و هم بنده خدا در شب قدر قدر منزلت بالایی داره. خب درست است که ما در همه ایام، در همه لحظات در محضر خداییم، اینما تولو فسم وجه الله، یا مثلا اینما کنتم هو معکم، هو معکم اینما کنتم، خدا با ماست هر جایی که باشیم. یا در قرآن سوره مبارکه قاف داره خدا تعالی میفرماید که و نحن اقرب الیه من حبل الورید، ما به انسان از دک گردن کرده هم نزدیکتریم. اما در شب قدر رابطه انسان با خدا یک رابطه ویژه است، رابطه است که در روایات هست که خداوند متعال در شب قدر روح الامین را که جبرائیل امین باشه به زمین میفرسته و او میه سر خانه کعبه نزول میکنه و بعد بال رحمتش را سر همه انسان ها علال خصوص اهل ایمان گسترش میده و بعد در این شب خداوند متعال به بندگانش که شب زنده دار باشه، بندگانش که احیا میکنه، بندگانش که با خدا راز مناجات میکنه، چند تا کار ویژه انجام میده. یک نظر الیهم، خداوند به بندگان شب زنده دار خودش نگاه میکنن، نگاه خداوند او نگاه ویژه را میگه و الا خب ما هیچ وقت از نگاه خداوند دور نیستیم. پیشتر هم عرض کردم نگاه رحمت خداوند، نگاه ویژه خداوند با دیگه نگاه ها فرق میکنه، یعنی انسان در معرض وزش نسیم رحمت الهی قرار میگیره. و دومش اینه که عفو عنهم، خداوند انسان ها را میبخشه،
عفو میکنه گناهانش را. در روایت داریم که کسی که در این شبها مثلا یکی از اعمال شب قدر این است که دو رکعت نماز خوانده میشه. در این دو رکعت نماز بعد از حمد هفت قل هو الله خوانده میشه و بعد از اینکه در هر دو رکعت می رقم خوانده شد و نماز سلام داده شد، بعدش 100 مرتبه استغفر الله ربی و اتوب الیه گفته میشه. و میگه انسان نمازگزار، انسان شب زنده دار از جای خود بلند نمیشه مگر اینکه خدا تمام گناهانش را میبخشه. خب این یعنی امو نظر خداوند. پس بنابراین عمل یعنی کار دوم خداوند، کرامت دوم یعنی لطف دوم خداوند در حق بندگان شب زنده دارش در این شب همو بخشش است. و بعد میگه که و غفر لهم. این حالا شاید شما بگین که خب عفو همو بخشش، غفران همو بخشش. نه، غفران با عفو یک فرق میکنه. مثلا شما یک فرد نسبت به شما یک اشتباهی را انجام داده، میگه خب این دفعه اول تست به این خاطر تو رو چیزی نمیگم، عفو میکنی یعنی او رو جزا نمیدی. اما یک دفعه است که یک فرد اگه اشتباهی رو انجام داده، شما میگه که برو من کلا تو رو بخشیدم دیگه، هیچ در نظرم دیگه این اشتباه نمیه. خداوند متعال در اول که عفو میکنه و بعد پس از عفو همه پرونده اعمال انسان را صاف میکنه. این اعمال زشتی که در پرونده ما وجود داره دیگه، چون در اینجا توبه و انابه پیش بیا، یکی از آثار توبه این است که پرونده ناشایست اعمال انسان را میسوزانه، محو میکنه. و همین خاطر است که یکی از معانی رمضان هم سوزانندگی است که گناهان انسان را میسوزانه و او پرونده های ناشایست کلا میبره در داش سوزان و او را محو میکنه. خداوند بی‌نیاز ما را از رحمت این ماه و شبهای قدر بی نصیب نگرداند و تمام گناهان ما را بسوزاند. جناب استاد همچنان با ما همراه هم کلام هستند. وقتی که جناب استاد شب قدر، این قدر منزلت داره، این قدر بزرگ است که خداوند گناهان ما را می سوزاند، در این شب اعمال شایسته گذشته از دو رکعت نمازی که شما بیان کردین، کدام اعمال ما انجام بدیم که در نزد خداوند مقبول قرار گیرد و موجب شود که گناه های ما را ببخشد؟ یکی از معانی قدر به معنی مقدر کردن و تقدیر کردن هم است که طبق باورهای اسلامی این است که خداوند متعال اعمال یک ساله انسان در این شب مقدر میکنه. یعنی پیش از خب البته این با آزادی انسان بازم چیز نداره، یعنی تناقض نداره. حالا اگه وقتی که بحث قضا و قدر بخوای با من صحبت بکنیم بحث تو نیست، فقط همین قدر یک اشاره کردم. و چون این شب شبی است که اعمال یک ساله انسان مقدر میشه، انسان تلاش بکنه که در کنار ازی که من عرض کردم نماز بخونه، شبش را به دعا و نیایش سپری بکنه. در این شب هر چه انسان دعا بکنه، دعای انسان مستجابه. البته دعاهای مستجاب به این معنا نیست که فردا حتما من انسان دروازه خانه آدم میزنه بعد بگه بفرمایید چه شب خواسته بودی. به این معناست که در این شب انسان وقتی که با خدا ارتباط برقرار میکنه، او ارتباط خودش ارزشمنده و او توجه انسان، انابه انسان و همون نجوای انسان با خدا خودش ارزشمنده. لذا قرائت قرآن خیلی در این شب سفارش شده که هر آیه قرآنی که انسان در کل ماه رمضان بسو در این شب تلاوت میکنه به اندازه کل خواندن قرآن ثواب داره. نماز که من عرض کردم، دعا هر چی مقدار، و در این شبها انفاق و توجه به مستمندان بسیار مهمه. استاد صحبت های شما در لابلای برنامه خواهد داشتیم. در حال حاضر وقفه خیلی کوتاه میگیریم. وقفه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مردم را به نماز، انجام کارهای نیکو، همچنان افطار دادن در ماه مبارک رمضان و خوبی کردن با زیردستان توصیه می کند. بینندگان نهایت عزیز، شام زیبا و بارانیتان بار دیگر هم بخیر باد. آرزو می کنم که یک شام خوب داشته باشین. ما را از دعای خیرتان فراموش نکنین. به دعای شما سخت نیاز داریم. به خاطر وطن عزیز ما افغانستان همچنان دعا کنین. در این بخش از برنامه مهمان نهایت عزیز و محترمی با ما همراه خواهند بود. در بخش مساعدت البته جناب جمعه خان اچکزای مشاور رئیس جمهور در امور قومی یا مردمی، که از حضورشان صمیمانه تقاضا میکنیم که وارد صد شوند و صحبت های در رابطه به کمک مساعدت در ماه مبارک رمضان داشته باشند. جناب آقای اچکزای بفرمایید. بیننده نهایت عزیز، شما هم با ما همراه هم کلام باشین. میربانی سلام علیکم. آقای اچکزای خوش آمدید به برنامه ضیافت. سلامت باشین، جونده باشین. میربانی زه هم په خپل وار سره لمړی تاسو ته او ستاسو د تلویزیون د لارې د افغانستان ټول شریف ولسته سلامونه او نیکی لی وړاندې کوم.
خدای پاک دی وکړي چې دا د روژې او برکتناک میاشت د افغانستان د بدبختۍ او د سلبیش کلینې جګړې د حل او یا د خلاصېدو سبب وګرځي. آمین. تشکر از اینکه به برنامه ما حضور آوردین آقای اچکزای. بین کمی صحبت داشته باشین در رابطه با اقوام در افغانستان. چگونه هست اقوام در افغانستان؟ چقدر با هم متحد هستند در افغانستان اقوام؟ چون شما مشاور قومی یا مردمی هستید. وکنه په افغانستان کې مختلف قومونه ژوند کوي، لکه پښتون، ازبک، تاجک، ترکمن، هزاره، هالی هنود هم دلته په افغانستان کې ژوند کوي. مختلف قومونه دي په افغانستان کې. په دې باندې شایسته هم دی افغانستان چې مختلف قومونه او مختلف ژبې دي پکښې کې. په دې کې نو نسبتا پخوا ته اوس هغه قومي مسایل کم شوي دي، خو بیا هم په هغه اندازه چې ضرورت دی نه دي حل شوي. ستونزې ډېرې دي په دې برخه کې اوس هم، چې افغانستان خلک باید ټوله د یو افغان په نوم باندې غږ وکړي او ټوله د یو افغان په صفت باندې د خپل هیواد دپاره کار وکړي. دا قوم یوازې د پیژندګلوۍ دپاره دی چې څوک په دا قوم باندې پیژندګلوۍ حاصلېږي. چونچې پښتون که وګورې اخر کې په سر کې د یو پلار اولاده ده، یعنی ټوله انسانان د یو پلار د بابا آدم علیه السلام څخه تر اوسه پورې ټوله د یو بابا آدم علیه السلام او بي بي حوا نه اولادونه دي. د هغه سره تر څنګ دا قومونه چې راغلي دا بیا بېرته هم دغسې یو نوم دی، د یو شخص نوم سوی دی، د هغه اولاده په هغه نوم باندې یاده سوې ده تر اوسه پورې. نو هغه اندازه چې ضرورت یې د قومو مسایل نه دي حل شوي، یعنې اوس هم په افغانستان کې هغه ستونزې شته. خو په دې امید او هیله یو چې په افغانستان کې یو وخت موږ ټول افغانان د یو افغان په صفت د یو افغان په نوم باندې دلته ژوند وکړو سره او ټوله د خپل بله ما هم به می آرزو و امید هستیم به دربار خداوند پاک بینیاز دعا میکنیم. تشکر میکنم آقای چکسای. صحبت های شما در برنامه خواهد داشتیم و در این بخش از برنامه خانواده ای را که امشب قرار است ما کمک کنیم در برنامه چند تصویر از زندگیشان مشاهده میکنیم. بعدا با شما خواهد بودیم. هفت اولاد دارم. زندگی بسیار با مشکلات است. از کس نمیتونم که کمک هم کنم. مجبوری است. از خاطر که پای از این مرمی خورده معیوب است. عملیات هم شده دفعه پایش صحیح جور نشده. چرا ما در دیگه هم همیال مرمی است در پایش. قرضدار هستم زیاد به خاطر پای زمین قرض کردم. این امشب روز پشت دروازه این قرضدارا می کال پایت کما گشته میتونه باید از قرض ما را بده. نمیشه دیگه کراچی پورا نمیتونیم. اینجا 4000 گرم میدیم از این اتاق به خاطر کلاب سرک است. یعنی پای شوکار است که زودتر برای دکار. یک بچه که مریض است پدر پیش دکتر بردم و خون استفراغ میکنه. دوستای پیره هم شد به دکترها گفت که بیاره بستر کنیم. پیسه مصرف داره جور میشه خدا میره بانه. دردش اصلا برام نگفت. دیگه ما نتانستم پیسه ندارم. مور بیخی نبردیم. بچه که من کگاه وقت خون استفراغ میکنه دلپوری میتمش. خیره بچه میگم از کل اگه تو میشه. اولاد اکای میره تو بیسر نوشت از کس مکتب میره کس در غریبی گم از پلاستیک میفروشه. به این خاطر از مردم تقاضا میکنم که تم کمک کنه.
بیننده برنامه ضیافت هستین و همچنین شنونده برنامه ما سریق 93.5 آریانا اف و 102.2 آریانا نیوز بخش مساعدت برنامه ما و در این بخش ما مهمان نهایت عزیزی داریم، خانواده‌ای که نیازمند است. شما تصاویر شما مشاهده کردین و حال خاله جان در برنامه حضور دارین. خاله جان سلام و وقتتان بخیر. خوب هستین؟ نام خاله جان؟ نظیفه جان. خوش آمدین به برنامه ما. سلام زنده باشی. رمضان بخیر میگذره؟ بخیر باشه خورم. بسیار خوب. بیاین کوتاه از مشکلات زندگیتان قصه کنیم. چی مشکلات دارین در زندگی؟ در زندگی همیشه زیاد مشکلات دارم. شوی مایوب است. بچه‌ها که مریض از خون استفراغ میکنه. دیگه کرای خانه میکنه. خون استفراغ میکنه چی مریضی چی تکلیف داره؟ مریضیش دکتر اینجا جواب داد. گفت ببریم پاکستان یک جای دیگه. دیگه پیسه نداشتیم که ببریم. کرای خانه میتیم که از کرای خانه هم سرما مانده. به خاطر شوهرم پول قرض کردم از یگان تا که پاش جور شوه. امورم میان مردم پشتش که بتین پول مارا دیگه بعد از وقت کراچیگک دردم او پای مایوب میکشه روز 50 روپا و 30 روپا افغانی کار میکنه او نان بخریم چی بخریم هیچ چیز نمیشه چند وقت میشه شوهرتان مایوب است وظیفه جان یک 6-7 سال میشه 6-7 سال بله چگونه مایوب شدن همین جنگا مرمی خورده پاش چره خورده یک دو دانه مرمی مانده یک دانه شکشیدیم یک دانه دیگه شم میگین نمیتونیم یک جای دیگه ببرین بله. درگس بچه‌تون چند ساله است تداوی میشه؟ بچه من 7 ساله است. امکان داره؟ ها 7 ساله است گفت که تداوی میشه پول زیاد کار داره. ما پول نداریم دیگه که برم تداوی شکنم. چند وقت میشه که طفلکتون مریض است؟ این 6-7 ماه شد. 6-7 ماه میشه. ها با این آید کمی که دارین چه قسم مشکلات زندگی رو حل میسازین؟ بسیار با مشکلات هم شیده. بسیار با روزگار فقیری و بیچارگی. خداوند مشکلات همه را حل کنه. ماه مبارک رمضان است، ماه کمک و مهربانی است. باز هم وطنان مهربان ما مهمان نهایت عزیز در برنامه ضیافت حضور پیدا می کنند. خانواده نهایت عزیز البته کمک کردن که در برنامه امشب مبلغ 5000 از طرف آجی مجید احمدزاده مسئول مطبوعاتی شورای صرافان کابل و همچنان 10000 افغانی از طرف جناب محترم انجینر زبیولا زیارمل رئیس مرکز تجارت جهانی و معاون اول اتاق تجارت بین‌المللی در افغانستان سهمی خانواده است و همچنان یک کارت بیمه صحی از طرف بنیاد خیریه نجف زاده که به مدت یک ماه میتونن به صورت رایگان تداوی کنن. این مبلغ با آقای اچکزای میتیم و میبینیم که آقای اچکزای چقدر اضافه میکنن و به این خواهر ما تقدیم میکنن. میروانیم لیکن با زمان خواهتان که دستی مشکلاتون استونزی دیر دی او تاسیوی نی زمان هوادوال دیر پا غربت که جوان کوی اکد دی خورکی چو ویلا دستی مر دیر هوادوال لرو چو دیر استونزی او مشکلاتون لری خدا دغ زی پیسی با دوی استونزی حل نکی خدای دیو که چو پا افغانستان کی پایدار سول راسی او دستی دواندار مشکل آلسی سلامت تشکر میکنم از تمام وطنان خیر ما و همچنین از آقای زیارمل خداوند برشان ثواب نصیب کنه. در حال حاضر یک وقفه خیلی کوتاه. بیننده برنامه ضیافت هستین و در این لحظات از برنامه برادرک های ما قاری عبداللطیف، قاری فرشید، قاری علی یاسر، قاری اصرار و قاری امیر حسین از تیم تواشوی مجموعه قرآنی شیخ عبدالکبیر حیدری اسماء الحسنای شریف و بگونه زنده اجرا میکنن. مهربانی گروه تواشوی مجموعه قرآنی شیخ عبدالکبیر حیدری تقدیم میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها صدق الله العلي العظيم أسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع
اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. تشکر میکنم از جناب محترم قاری صاحب خالد کامرانی که از آن گفتن. جناب قاری صاحب مهربانی بفرمایید. تشکر میکنم از شما عزیزانم که بیننده برنامه ضیافت هستین. افطار خوش برای شما میخوایم همچنان با آقای اچکزه. آقای اچکزه مهربانی آشپز ما مظفر جان غذاهای خوشمزه تهیه میکنن. میتونید نوش جان کنین از سوپ کاماده میسازن. اکثر میهمانای ما راضی است. من نمیفهمم شما سوپ خوش دارین در افطار یا نه. نوش جان کنین. من نه بس دغه بخیر ډیر شایسته خواړه تیار کړی ډیر شایسته تیار کړی دغه پکوړی سلاتې بس روژه مات کې خو باید سړی اول واری ډیر خوراک ونه کې نو بس ماشاءالله دې ستاسې اشپزم شایسته خواړه تیار کړی دي. سلامت باشین. شما چی خوش دارین در وقت روز افطار نوش جان کنین چیزای صاحب؟ روزای مورد علاقه شما چی هست؟ ولا زه خپل د مور خواته د لوی کندر خواته زه اصلي د هلمند ولایت یم. مش خواته د شوروا ډیر استعمالیږي. خو چقدر خوب. نو چون په روژه مات باندې بیا دا یو خوبي بلم شوروا لري چې انسان ګرد ورځ روژه نیولې معده خالی وي نو شوروا لږ نرمه وي نه؟ بله. په دې خاطر باندې شوروا ډیر استعمالوم. و دوغ هم حتما از دې د کنارش. و شلمبې باید وي ورسره. شلمبې هسته. تاسې اوس اشپز هم انشاءالله شلمبې تیار کړي دي. بله دقیقا گفتیم که امروز مهمان ما از ولایتی هست که در روژه دوغ زیاد رواج است باید دوغ آماده بسازد. از خاطر آشپز ما هم آماده ساخته و یک دوغ خیلی مزه دار است. شما مهربانی نوش جان کنین از غذاهایی که آشپز آماده ساخته. بیننده نهایت عزیز ما هم همچنان با شما همراه و هم کلام هستیم. شما با برنامه ضیافت همراه باشین و نظریاتتان با ما در میان بگذارین. اما در حال حاضر یک وقفه خیلی کوتاه داریم پس برمیگردیم.
بیننده برنامه ضیافت هستین، از اینکه ما همراه هم کلام هستین. جهان سپاس. معذرت میخوایم از بدرکای ما قاری صاحب عبداللطیف و تیم که از مورسنا را خواندن. وقت محدود بود، لذات نورانی افطار نزدیک بود، ما قطع کردیم و حال جا داره که یک نعتیه شریف از برادرای ما بشنویم و همچنان ما که مهمانای برنامه افطار میکنیم و خوشبختانه حضور جناب استاد همچنان با ما در این بخش هست. میربانی ألا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا صاح يا صاح لا تجزع تدجر وسلم للمقادير لكي تحمد تجر ألا يا الله بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن صابر شاكر ألا يا الله بنظرة تكن فائز ظافر ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر ألا يا الله بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع دنا الصيب مطهر ألا يا الله بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة تفكر في فناغا ألا يا الله بنظرة وفي كثرة عناغا ألا يا الله بنظرة وفي قلة غناغا ألا يا الله بنظرة فتوبى ثم توبى لمن منه تحضر وطلقه في طاعة الرحمن شمر ألا يا الله بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله بنظرة من العين رحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا الله ألا يا الله بنظرة من العين من العين رحيمة میکنم بسیار زیاد خداوند به شما اجر و ثواب بپاین نصیب کنه در این شبهای قدر. تشکر از حضورتان در برنامه. مهمانان محترم همچنان در استودیو با ما همراه و هم کلام هستن. جا داره که پیامی از جناب استاد داشته باشیم خیلی کوتاه. میروانی جناب استاد. من واقعا تشکر میکنم و تحسین میکنم قاری صاحب عزیز با خواندن اسماء الحسنای بسیار زیبا و این نعت خیلی زیبا. می جمله ای که من میخوایم روی همین نکته آخرشم تاکید بکنم که الله الله به نظرا به عین رحیمه نمیفهم خیلی دقیق یادم نمون که آیا خدا با اون یک نگاه رحیم خودش تمام امراض سقیمه درونی و بیرونی انسان را مداوا نمیکنه؟ یقینا چنین چیزی است و اگر ما توجه ما به خدا باشه و خداوند متعال یقینا ما را میتونه از همه بلاها محفوظ بکنه. و ضمناً از جناب آشپز صاحب زیاد تشکر میکنیم، غذای بسیار لذیذ، افطار بسیار زیبا. تشکر از حضور شما، از حضور آقای اچکزای صاحب و همچنان از آشپز ما و از تمام بیننده‌های برنامه. تا فردا، خدا نگهدار.